الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. توفیق داشتیم ماه مبارک رمضان سال گذشته تفسیر سوره انبیا رو مطرح کردیم در حرم مطهر. امسال ادامه همون بحث رو محضر شما بینندگان، شنوندگان، به ویژه بینندگان شبکه 3 که در این ساعت به صورت زنده از حرم مطهر برنامه تفسیر رو دنبال میکنن، امسال هم همون برنامه رو ادامهش رو تقدیم میکنیم. سال گذشته تا آیه 65 سوره انبیا رو مطرح کردیم. یکی دو تا نکته اشاره کنم که به بحث متصل بشیم. عرض کردیم رسول خدا فرمود من قرأ سورة الانبیاء حاسبه الله حسابا یسیرا و صافحه و سلم علیه کل نبی ذکر اسمه فی القرآن. هر کسی سوره انبیا رو قرائت کنه حسابرسی آسانی روز قیامت خواهد داشت و تمام انبیایی که نامشون در قرآن آمده که حالا حدود 25-26 مورد در انبیا اسمشون تو قرآن آمده، اینا با او مصافحه میکنن، به او سلام میدن. در یک روایت دیگری باز داریم من قرأ سورة الانبیا حباً لها، هر که سوره انبیا رو از روی محبت و علاقه بخواند چمن رافق النبیین اجمعین فی جنات النعیم، مثل این است که با همه انبیا همراه شد در بهشت. بارها گفتیم این ثوابهایی که برای سوره های قرآن اومده صرف خوندن نیست، چون خود خدا هم گله میکنه بعضی جاها تو قرآن افلا یتدبرون القرآن، تلاوت با تدبر، با تأمل، با فهم. ما سال قبل عرض کردیم سوره انبیا داستان حدود 16 تن از انبیا آمده که به همین جهت هم اسمش سوره انبیا نام گرفته. بحث من که حالا بحثای سال گذشتمون منتشرم شده تا آیه 65 رو بحث کردیم، رسید به حضرت ابراهیم علیه السلام. در این آیاتی که امروز مرور میکنیم حضرت ابراهیم سه جور برخورد با بت‌پرستا و مشرکین داشت. میدونید ایشون در یک جامعه ای آمد که همه بت‌پرست بودن، بت‌های بزرگ کوچک و اینها، این بت‌ها رو خالق خودشون می‌خواندن، با اینکه خودشون اینا رو خلق کرده بودن اینا رو می‌پرستیدن. حضرت ابراهیم برای اینکه با بت‌پرستان برخورد کنه سه تا کار انجام داد. اول تذکر و استدلال. عزیزان من می‌دونید تو برخورد با هر منکری اول آدم باید استدلال کنه. آقای عزیز به این دلیل شراب حرامه، به این دلیل رشوه حرامه،
حتی اگر دلیلش هم نمیدونیم با بیان نرم و استدلالی با منکر برخورد کنیم. هیچگاه اسلام اجازه برخورد مستقیم با منکر به صورت فیزیکی نمیده. پیغمبر خدا هم از غار حرا که اومد پایین شمشیر دست نگرفت، رفت رو کوه صفا فریاد زد قولو لا اله الا الله تفلهو، مردم بگید خدا یکی رستگار میشید. حضرت ابراهیم اول کاری که کرد استدلال کرد به زبان نرم. قال، این آیه 66ه، افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم. آخه مردم شما چیز رو میپرستید که نه به شما نفع میرسونه نه ضرر. این سنگی که شما بتش کردید، این چوبی که شما بت کردید، که متاسفانه امروزم بتکده ها تو دنیا کم نیست، کسانی که در مقابل سنگ و چوب خم میشن میگن اینها مظاهر خداست، این شرکه، این که به شما نه سود میرسانه و نه ضرری میرسانه. چوبی که اگر یک در واقع نجاستی، کثافتی، خطری برای خودش پیش بیاد نمیتونه از خودش دفع کنه، میخواد از شما بلا رو دفع کنه. این شکل اول استدلال حضرت ابراهیم علیه السلام بود. شکل دوم توبیخ کرد. آیه 67، افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اف بر شما و بر آن چیزی که میپرستید. خب شما عقل ندارید، خرد ندارید. عزیزان من، ما در اسلام میدونید فراوان به عقل و خرد اهمیت داده شده. مرحوم کلینی در کافی شریف اولین بحثش کتاب عقل و جهله. عقلم که میگیم غیر از علمه، عقل هممون داریم، به کار انداختن. قرآن اصلا کلمه عقل رو نیاورده، فعل عقل آورده. میگه افلا تعقلون. تعقلون یعنی چرا نمیاندیشید، خرد ورزی نمیکنید. افن لکم. کار دومی که حضرت ابراهیم کرد که باید در مقابل منکر این قدم دوم ما باشه، بحث برخورده، بحث یعنی در واقع براءت از اون منشی که مشرکین دارن. اما کار سوم پیغمبر خداست، کار فیزیکی کرد، اومد تمام بت‌ها رو شکست. فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم، همه رو شکست جز اون بت بزرگ که تبر رو به دوش او انداخت و قصه‌ش رو بلدید. ببینید عزیزان، من یک کمی امروز این بحث رو باز کنم. در رأس اعتقادات ما توحید و خداشناسی است. بنیادی ترین باور تو باورهای ما توحیده که بر همه چیز مقدم. تمام انبیا و تمام ائمه هم اومدن مردم رو با خدا رفیق کنن، با خدا آشنا کنن. خداشناسی و توحید، و حالا من میگم با هم میکار میبرم، دو چیزه. خداشناسی یه بحثه، توحید یه بحث، ولی مکمله. اینی که ما معتقد بشیم این عالم رو یک ذات بی نظیر، بی شبیه، یک ذات قائم به خود که به هیچی وابسته نیست، این عالم رو داره اداره میکنه، اینو میگن توحید. یک ذات، نه دوتا، نه ستا، نه پنجتا. توحید در واقع، در روایت داریم از توحید نصف الدین، از توحید نصف الایمان. نصف دین توحیده، یعنی نبوت و معاد و امامت و احکام و همه اینا میشه نصف، نصفش میشه توحید. و نصفیه که مبنای اون نصف بقیه هم هست، اگر این نباشه اونام ناقصه. لذا تمام تلاش انبیا و ائمه همین بوده که مردم خداشناس بار بیان، توحید تو زندگیشون قوی باشه. متاسفانه از قرن 15 به این طرف بحث مدرنیته مطرح شد. مدرنیته که قبلش به صورت اومانیسم
یعنی اصالت انسان در قرن 14 مطرح بود، فلاسفه غرب آمدن بحث مدرنیته رو مطرح کردن که حالا من ساده بگم که همه بینندگانمون متوجه بشن، یعنی نوگرایی، نو اندیشی. مدرنیته اومد گفت که محور عالم انسانه، یواش یواش خواست خدا رو از مجموعه حذف کنه. حتی یکی از فلاسفه آلمانی، اون جناب مارتین، گفت بشر همان خداست، سرور و اصالت و اساس تو عالم مال انسانه، انسانه که امر میکنه، نهی میکنه، تصمیم میگیره. حالا من همینجا تو پرانتز، یکی از ثمرات این بیماری کرونا این بود که مدرنیته رو به چالش کشید. کو اصالت بشر، کو قدرت بشر که در مقابل یک ویروس بسیار کوچکی که به گرم شاید نمیاد، تمام دنیا و دانشمندانش عاجز شدند. بله، اسلام به شدت برای انسان مقام قائله، منتها در طول خدا. مدرنیته آمد خدا رو، انسان رو در عرض خدا یا اصلا با حذف خدا قرار بده. الهیات دینی یا مسیحی رو کنار بزنه، حتی الهیات مسیحی و اسلامی رو کنار بزنه. خیلی هم روش کار کردن، تبلیغ کردن فلاسفه غرب، کانت، دکارت، دیگران اومدن روزها، این روزها توی، اما توجه نکردن که بشر با همه مقامی که خدا به او داده، خب شما میدونید خداوند بشر رو خلیفت الله معرفی کرد، جائلو که قرآن میفرماید من تو رو قرار دادم خلیفه، کرمنا، کرامت بهش داد، عالم هستی رو مسخر بشر قرار داده، سخر لکم، عقل داده، شعور داده، فطرت داده. خیلی خدا برای انسان مقام قائل شده، اما این انسان استقلال نداره. توحید یعنی این. ما 4 جور توحید داریم. توحید ذاتی یعنی خدا یکیست، البته یک عددی نه، یعنی تنها وجود مستقل تو عالم خداست. توحید صفاتی، تمام صفات خدا جزء ذاتشه. ما علمو بعدن یاد میگیریم، بعدم ازمون سلب میشه، اما خدا علمش، قدرتش، اینا همه عین ذاتشه. سوم و چهارم مهمه. عزیزان من دقت کنید، تو این سوم و چهارم بعضیا شرک میورزند، توجه ندارن، شرک میورزند. توحید افعالی یعنی تمام اموری که در این عالم واقع میشود به دست قدرت خداست، مثبت و منفی، یهدی من یشا و یزل من یشا. یعنی چی؟ یعنی اگر شمر به امام حسین رو به شهادت میرسونه قدرت خداست، بله، اگر خدا به او قدرت نداده باشه که نمیتونه این کار رو انجام بده. تمام کارهای مثبت و منفی که در عالم واقع میشه قائم به خداست، منتها در بخش کارهای منفی چون گفته انجام ندید، قدرتشو دادم، من به شما چاقوی دادم که آدم میکشه، من به شما دستی دادم که میتونه آدم خفه کنه، قدرت دادم ولی گفتم نکنید این کار رو. اگر در بخش کارهای منفی بشر کار منفی انجام میده، خودش مسئوله. ما اصابک من حسنت فمن الله، هر چی کار خیر بشر میکنه میتونه به خدا نسبت بده، اما وبا اصابک من سیئت فمن نفسه، کارهای بد به خودت منسوب میشه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. جوانان عزیز، آثار این استاد رو بخوانید، مخصوصا کتاب عدل الهی، شون در اونجا این بحث رو میکند. اگر یک کارخانه، یک ماشینی تولید کرد، دست شما داد، هم میشه با این ماشین بار حمل کرد، هم میشه مواد مخدر حمل کرد، هم میشه با این ماشین کار صالح انجام داد، هم میشه کار ناپسند انجام داد. اگر یک کسی یه ماشینی برداشت باش کار ناپسند انجام داد، کی این قدرت رو به او داده؟ کارخانه.
پس میتونه بگه کارخانه این ماشین رو به من داد. اگر باش بار برد در خانه فقرا، نان برد در خانه ایتام، چی این وسیله رو در اختیارش قرار داده؟ کارخانه. پس یک رانندهی که ماشین میخره چه کار مثبت انجام بده چه کار منفی، این قدرت رو کارخانه به او داده. ولی هیچ وقت کارخانه این ماشین رو تولید نکرده برای حمل مواد مخدر، برای حمل قاچاق. آقا قدرتشو داده. خب قدرتشو داده برای اینکه بخواسته یک ماشین مختار بیافرینه، یک ماشینی که هر کاری بشه ازش بیاد، یعنی شما هر استفاده ازش بتونی انجام بدی. اگر رانندهی با این ماشین قاچاق کرد، مواد مخدر برد، خودش مسئوله نه کارخانه. هیچ کس نمیره یقه مدیر کارخانه رو بگیر. آقا شما ماشین دادی. من ماشین دادم، نگفتم این کار رو باشه انجام بده. بله اگر کسی با این ماشین کار خیر کرد تشکر میکنه از رئیس کارخانه. اگر شما این ماشین رو نمیدادی من نمیتونستم. داستان خدا هم همینه، به ما عقل داده، دست داده، پا داده، قدرت داده. اگر با این دست من یتیمی رو، مستمندی رو کمک کردم، فقیری رو کمک کردم، خدایا شکر، این مال توست، مال من نیست. ما اصابک من حسنتن فمن الله، تو قدرتشو دادی. اما اگر تو سر مظلوم زدم بازم قدرتشو خدا داده، ولی نمیگم خدایا تو مقصری. چرا؟ چون گفت تو سر ظالم، تو سر مظلوم نزن، گفت خلاف نکن، یک کتابی کنارش فرستاد. چون بشر مختار بود، خدا از همون روز اول کنار هر بشری پیغمبر فرستاد. الان هم که در دوران غیبتیم دستورهای پیامبرا هست. ببین شما بخون، من گفتم شراب حرامه، قمار حرامه، ربا حرامه. اگر شما با پولت انفاق کردی میتونی تشکر کنی از خدا، بایدم بکنی، خدا به شما قدرتشو داده. اما اگر با این پول ربا گرفتی خودت مقصر. این میشه توحید افعالی. توحید افعالی رو دقت کن، من خواستم ساده برای شما معنا کنم. مفضل کنار قبر امام صادق علیه السلام نشسته بود، ابن عبل اوجا وارد حرم شد. مفضل کنار قبر پیغمبر خدا، عذر میخوام، زمان امام صادق کنار قبر پیغمبر نشسته بود، از شاگردان امام صادق ایشون. ابن عبل اوجا کافر بود، به قول امروزی ها زندیق بود، سکولار بود، لائیک بود، اعتقادی به هیچی نداشت. خب شروع کرد مسخره کردن قبر پیغمبر و اینها. مفضل یه خورده عصبانی شد، تند شد، باش رفت وارد برخورد بشه. ابن عبل اوجا بهش گفت اگر شاگرد امام صادقی، مولای شما امام صادق با ما همچین برخوردی نمی کنه، خیلی روان با ما بحث میکنه، صحبت میکنه. خلاصه مفضل دید دستش خالیه، نمیتونه با ابن عبل اوجا بحث کنه. بلند شد یه روز صبحی آمد خدمت امام صادق و آقا من چیزی بلد نیستم. آقا فرمود از فردا صبح یه قلم و کاغذ دست میگیری، میای اینجا مینشینی، من میگم تو مینویسی، که همین کتاب توحید مفضل که بخشهایش الان در اختیار مردم هست، تو بازارم هست، نتیجه همون گفتگوهای امام صادق با مفضل. قوی شد. جوانان عزیز، نوجوانان عزیز، دانش آموزان، دانشجویان که تو منزلید، عرایض منو میشنوید، شما وقتی هیچ پیشینه مطالعاتی نداری میزنید تو فضای اینستاگرام فلان خانم تو فلان شبکه یا فلان آقا تو فلان شبکه داره ایراد میگیره و همه چیز، اون مزدوره، اون پول گرفته این حرفا رو بزنه، اون نانش تو اینه. این غیر از اون باشه تو آمریکا نگهش نمیدارن، تو آلبانی نگهش نمیدارن. شما میخوانی بعدم عقایدت به هم میریزه. وقت من به شما میگم چی مطالعه کردی، میگه هیچ. یک دور آثار شهید مطهری رو بخونید، آشنا بشید با دین، آشنا بشید. متاسفانه جوانان ما خیلی هاشون محتوای دینیشون کمه، وقت پای این سایت ها هم میچینن، وقت دچار تضاد میشن، نماز رو میذاره کنار، دین رو میذاره کنار،
کدام آدم عاقلی به این سادگی دین خودشو به حراج میذاره، دین خودشو به عرضه نابودی میذاره. دین خدا رحمت کند آقای مطهری فرمود برای تمام شبهات پاسخ داره. بله بنده ممکنه مطالعاتم کم باشه نتونم جواب شما رو بدم. حضرت ابراهیم در این آیات قرآن میفرماید از سه شیوه استفاده کرد: استدلال، توبیخ، برخورد فیزیکی. البته هزینه‌ش هم داد، حالا انشاءالله فردا عرض میکنیم هزینه‌ای که داد چی بود. توحید ذاتی رو گفتیم، صفاتی رو گفتیم، توحید افعالی یعنی اینی که تمام امور این عالم علا له الخلق والامر، همه چیز متعلقه به خدا. له الخلق، خلقت. بله همین خدایی که خالقه ممکنه خلقت رو به حضرت عیسی هم بده، حضرت عیسی بگه انی اخلق لکم من الطین. بله اون مانعی نداره، خداوند به میکائیل قدرت داده رزق تقسیم کنه، به جبرائیل قدرت داده وحی بیاره، به عزرائیل قدرت داده جان انسانها رو بگیره. پس این توحید افعالی. توحید عبادی هم یعنی تمام عبادتهای ما برای خدا باشه، غیر از او رو نپرستیم. عزیزان من دو سه تا روایت بخوانم بحثم رو جمع کنم. اگر کسی خدا رو شناخت و خدا دوست بود چند تا علامت داره، من سه چهار تاشو عرض میکنم. بحث ما رو توحید و خداشناسی است. یک، من عرف الله خاف الله. سوال از کجا بفهمیم ما خدا رو میشناسیم، خدا تو زندگیمون پر رنگه؟ یک، هر کسی خدا رو شناخت از خدا میترسه. یعنی چی خدا میترسه؟ یعنی گناه نمیکنه. و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا، برای خدا عظمت قائله، ابهت قائله. جوانان عزیز، برادران، خواهران، بینندگان عزیز، خدا تو زندگیمون پر رنگ باشه. ما خیلی ضعیفی، خدا رو تو زندگیمون قوی ببینیم. عظم الخالق و فی عیونه، همه چیز در مقابل او کوچکه. اگر کسی خدا رو شناخت، علامت دومش اینه: اعلم الناس بالله اکثرهم مسئلتن منه. کسی که خدا رو بیشتر بشناسه بیشتر با خدا حرف میزنه. بابا شما اگه کسی رو دوست داشته باشید دوست دارید بهش سلام کنید، صحبت کنید، دعا میکنه، با خدا حرف میزنه. پس ارتباط با خدا نشانه شناخت خداست. ترس از خدا، ترس یعنی عظمت خدا تو زندگیمون باشه، نشانه شناخت خداست. سوم، من عرف الله احبه. هر که خدا رو شناخت دوستش داره، و هر که خدا رو دوست داره از پیغمبر اطاعت میکنه. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. یه روایت دارد در اصول کافی، پیغمبر خدا فرمود من عرف الله و عظمه، هر که خدا رو شناخت و او رو بزرگ شمرد، یه علامت بزرگ تو زندگیش هست. اینو گفتم و جمع کردم عرایزم. من عرف الله و عظمه، هر که خدا رو شناخت و او رو بزرگ شمرد، منع فاه من الکلام، هر حرفی به زبانش نمیاره. میدونه ملائکه دارن مینویسن، خدا هم میخواد بخونه، املا میشه. پس انسانی که موحده، خدا ترس، خدا دوسته، با خدا حرف میزنه، کنترل زبان داره، این نشانه توحیده. توحید اگر تو زندگی ما قوی باشه مصائب برای ما آسانه. توحید اگر تو زندگی ما قوی باشه سختی ها برای ما روانه، خودمون رو نمیبازیم. شما ببینید وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، شش ماهش رو دستش داره جان میده، میگه خدایا این مصیبت آسانه. چرا؟ چون در مقابل توست. لأنه به عینک. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین
از کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها دلهای شما بینندگان عزیز رو میبرم کربلا، کنار قبر امام حسین. اون لحظه که داشت حرف میزد، اما یه وقتی دیدن سخنش متوقف شد، دیگه حرف نمیزنه، داره یک چیزهایی رو به آسمان میپاشه. نگاه کردن ببینن گوش تا گوش شش ماهش شکافته. خیلی سخته برای پدر فرزند شش ماهه رو دستش جان بده. ابا عبدالله روز عاشورا مصیبت خیلی دیده، اما فقط اینجاست که فرمود لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کاش بودید شیعیان، میدیدید مظلومیت من رو، به من رحم نکردند. طفل شش ماه رو میان قنداقه خونین خودش پیچید، پشت خیمه ها رو خودش به دست خودش به خاک سپرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی طفلک الرضیع. میدانید بزرگان ما وقتی گرفتار میشدن به شش ماهه ابا عبدالله متوسل میشدن. هر کجا نشستید پای گیرنده هاتون این دستا رو بیارید بالا، به دم المظلوم، به دم المظلوم، به دم المظلوم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به خون گلوی شش ماهه ابی عبدالله قسمت بدم تو این دنیای گرفتاری حالا دیگه آقامونو به فریاد ما برسان، چشمهای ما رو به جمالش، گوشهای ما رو به صدایش خدایا، و توفیق درکش رو به ما عنایت بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان. خدایا گرفتاری هایی که در بین مردم مخصوصا بیمارستان ها، بیماران، بینندگانی که پای گیرنده ها هستن، هر حاجتی دارن، من نمیدونم با چه حاجتی نشستید، خدایا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. جوانان ما، بچه های ما، نسل ما، اولاد ما، مؤمن، متدین، اهل نماز، اهل روزه، اهل خمس قرار بده، عاقبتشون رو ختم به خیر بگردان. رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، اموات، گذشتگان، گذشتگان مدفون در این حرم، روح مرحوم آیت الله امینی که امروز به خاک سپرده شد، روح ملکوتی حضرت امام، همچنین شهدای سلامت از اطباء، از بهداران، پزشکان، پرستاران، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.